السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت غني بالهدى وألهمنا التقوى. بحثی در جلسه قبل داشتیم راجع به وقف. وقف مال ادر اوقاف نیست. خیلی جاها که ما درس میخونیم، مدرسه ها، بیمارستان ها، خوابگاه ها، حسینیه ها، مسجد ها، خیلی مزرعه ها، خیلی جاها وقفه که حالا هر کسی هم که میتونه هر چی داره وقف کنه. انسان میتونه یادداشتش رو وقف کنه. هر شیخ عباس قمی مفاتیح رو نوشت، حق و تالیف هم نگرفت، گفت این مفاتیح، ولذا چنون خدا رشدش داد که خونه ها، هر خونه اول قرآنه، بغل قرآن یه مفاتیحه. یه زن میبینه شوهرش گرفتاره، سر پست پزشک، عمل جراحی داره، پلیس، لب مرزه، این نباید بگه چه زندگیه. خب من شوهرم وقف کردم. بالاخره کسی خواستش به جامعه خدمت کنه، باید از خودش کم کنه، از زن و بچهش کم کنه تا بتونه کاری بکنه. خواستش هر چی داره زندگی خوبی داشته باشه، وقت به جامعه نمیتونه خدمت کنه. من که میخوابم یه کسی هم باید لب مرز رو پا وایسته. اگر اون رو پا وایسید من میتونم بخوابم. اگر اونم گفت مثلا سال طویله، هر کسی دلش میخواد سفره هفت سین پلو شوبرش باشه، میگه خب شوبرش چیه؟ جاده ها ایام عید شلوغه، شوبرش پلیس، پزشکه. اجمالا اگر خواستیم به جامعه خدمت کنیم، باید از خودمون، از خوابمون، از شکممون، از زن و بچه‌مون باید بگذاریم. اینم یه رقم، اسمش وقف نیست ولی برکت وقف این هم داره. وقف یعنی از خودت بکن به جامعه تحویل بده. من که خونم وقف میکنم یعنی خونه مال من بود. وقتی میگم وقف یعنی از خودم کندم، مال امت. حالا ادامه بحث رو میگیم. دلیل وقف و راه وقف و موانع و تذکرات. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث وقف. اما دلیل وقف: یک، عمر کوتاهه. عمر طبیعی هم که 70-80 ساله، اونم کوتاه، چیزی نیست. حالا بگذاریم که گاهی وقتا بغتتن هست. تو قرآن 14 مرتبه گفته بغتتن. یعنی آدم فکر می‌کنه، آدم قبل رسول که میره عکس جوان‌ها گاهی بیش از عکس پیرمرداست. اینطور هم نیست که آدم بدونه تا کی هست. آخه بعضی هم میگن باشه بعد. خب باشه بعد، شما میدونی بعدش کیه، آخرش کیه؟ ببینید چیزای معروف، مثلا یه خط مستقیم هم چیزی میگیم این راه مستقیمه. حالا فعلا ما جوانیم، بذار خوش باشیم، صفا کنیم، گناه بکنیم. حالا کجم شدیم، کج شدیم، بذار کچیم. ها کچیم، آخر عمر برمیگردیم، ها اون آخر عمر توبه میکنیم، آدم خوبی میشیم، این تیکه آدم خوب میشیم. یه همچین مثلثی تو ذهن شد که راه مستقیم اینه. ولی حالا بذار یه خورده ما پشتمون رو ببندیم، پولامون رو جمع کنیم، یه زندگی سر و سامان بدیم، کجم شدیم شدیم، با دروغ، کم فروشی، اختلاسی، پیر کشیم برمیگردیم. این مثلث دوستا اشکال هندسی داره. یکی که خط مستقیم صافه، شما وقتی کج بشی بالا نمیری، وقتی کج بشی پایین میای. دوم این که آخر خط معلومه کجاست. آدم نگاه به آخر میکنه، تا دید مثلا 2 سال دیگه بیشتر زنده نیست، سریع برمیگرده. شما آخر عمرت کیه؟ من آخر عمرم کیه؟ شما بنویس به من بده که شما تا 90 سالگی هستی، منم زیرش میزنم که 85 سال برو خوش باش. من نمیدونم تا کی هستم. آخر خط معلومه، میشه سر توی که آخر اون معلوم نیکیه. سوم، ماشین نی که شما دور بزنی. یه کسی که 80 سال به حروم خوری و خلاف معتاد شد، میگه میتونه در 1 سال 2 سال برگرده.
قرآن یه آیه داره میگه مشرکین روز قیامت میگن والله ما کننا مشرکین، به خدا ما مشرک نیستیم. در تفسیر اومده اینا بس که تو دنیا دروغ گفتن قیامت هم نمیتونن دروغ نگن. میگه والله ما کننا مشرکین، ما مشرک نیستیم. کسی که 70 سال کت شد، مثل این زنایی که دخترشون میارن تو خیابون، دخترها بزرگ، میگیم خواهر این دخترت بزرگ شده، میگه هنوز 9 سالش نشده. خب یه دختری که تا 8 سال نیم ایرقمی اومد تو خیابون، سر دقیقه میشه یه مرتبه بگی حجابت خوب باشه؟ 8 سال ایرقمی معتاد شده. شما وقتی هر شب سر دوگوشت رو ماتکا، بعد میشه ماتکا رو از دیرت بر ماتکا رو بردن خوابت نبره. پس سه تا اشکال داره. یکی وقتی منحرف میشی بالا نمیری، پای میای. یک، دو، آخر خط معلومه، میشه 2 سانت مونده برگشت، آخر اون معلوم نی. سه، اصلا کسی که یه عمری کج بره نمیتونه توبه کنه. توبه که فقط استغفرالله نی، باید همه مالای حرام رو پس بدی. تو 80 سال جمع کردی یک شبه پس میدی مال مردمو. این محاسبات غلطی که میکنن نمیذارن ما تصمیم بگیریم. شیطونی وسوسه ها رو میکنه. عمر کوتاه، یک، توشه کمه. عمر کوتاه، توشه کم، نیاز زیاد. خب وقتی این طوره خطرم زیاده. امروز شما داری میگی بعدن خدا ازت میگیره، کسی میخوره مال تو، میگه ای خاک بر سر. ما گفتیم این کار خام که گذاشتیم برای آخری به صدق خورد. امام کاظم علیه السلام، امام هفتم، فرمود اگر یه پول حلالی رو پیش اومد خرج نکردی، خدا دو برابر این پول حلال را از حرام یه چیز دیگه قورتش میده. مثلا یه کار 10 میلیونی باید بکنی، حقه، نمی کنی، خدا یه خرج 20 میلیونی میذاره تو سفرت. حدیث مال امام کاظمه. حالا وقف این مشکل حل میکنه. آدم عمرش هم کوتاه باشه، توشش هم کم باشه، میتونه یه تیکه از مالش رو وقف کنه. حالا وقف جبران گذشته است. تابلو خوبیه. وقف ذخیره آینده است. وقف رشد امروزه. وقف مصداق من یعظم شاعر اللهه، سرمایه گذاریه. شما حساب کن همین تاسعا و عاشورا، حسینیه ها، منبرها، اطعام هایی که میدن، چقدر تبلیغ دین میشه، نماز جماعت برقرار میشه، مردم قرآن یاد میگیرن، حدیث یاد میگیرن، با تاریخ کربلا آشنا میشن. اینا همه مال اون مزرعه ها و درخت ها و خونه هایی که حسینیه ها و مسجد هایی که وقف شده، نشر دینه. وقف فقر زداییه. جامعه فقیر میشه با وقف شکمشون سیر بشه. مبارزه با تکاثره. تو قرآن یه تکاثر داریم، یه کوثر، هر دوش هم از کساره هست. کاف، سه نقطه، ره، کثیر. کوثر خوبه، تکاثر بده. انا اعطینا، کمک کنید، انا با هم بخونید، اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک الوکیل. کوثر یعنی خیر زیاد، تکاثر یعنی هی پول جمع کردن. دو تا قبیله با هم اختلاف پیدا کردن که ما بیشتریم یا تو. گفتن دعوا نداره، سرشماری کنیم. سرشماری کردن، یکی باخت، یکی برنده شد. او که باخت گفتن طبق نقلی زنای حامله رو دو تا حساب کنیم، یه بار دیگه بشمریم. بازم باخت، گفت بریم مردامون هم بشمریم. خیلی از ما مردن، زنده و مرده رو هم حساب کنیم کدوم ها بیشتریم. رفتن قبرستون گور پدرشون رو بشمرن. آیه نازل شد الهاکم التکاثر، ما بیشتریم تو بیشتری، به جای رسون شما رو حتی زورتمل، زورتمل زیارت کرده، مقابر این مقبره رو، یعنی انقدر مس آمار شدید، انقدر آمارگرا شدید که رفتید استخون پوسیده های اجدادتون رو بشمارید،
استخون پوسیده که باعث عبرت باید باشه، باعث پوز شده، باعث افتخار شده. تکاثر آدم به قبرستون میکشونه. کوثر آدم به نماز، انا اعطیناک الکوثر فصل. کوثر آدم به نماز میکشونه، تکاثر آدم به مرده شماری میکشونه. آمارگرایی. ارتباط گذشته با آینده، وقفه. من که این سالون رو وقف میکنم میمیرم، بعد آیندگان میان تو این سالون استفاده میکنن. ارتباط گذشته با آینده. خب وقف یعنی در خط پیغمبر و امیرالمومنین قرار گرفتنه، چون اینها وقف داشتن، بیشترین وقف داشتن. جلوگیری از تبذیره. اینا که وقف نمیکنن مالشون هی برز به پاش میکنن. یه کمی از برز به پاشا کم کن، عوضی یه چیزی رو وقف کن. حالا چی؟ بشینیم فکر کنیم ببینیم امروز جامعه نیازش چیه. من شنیدم بعضی افراد یه سرمایه رو وقف کردن برای همین مسئله هسته‌ای ایران. خوبه. برای ازدواج دادن وقف کنه. درآمد این مال عروس کردن دخترها باشه، مال داماد شدن پسرها باشه. برای ازدواج. حالا نشانه برکته. یه خونه مال من باشم، من چند نفر هستم، من و بستگانم چند نفریم، اما اگر وقف شد این مبارک میشه. برکت خیلی مهم. مثلا یه تار عنکبوت و خدا وقتی بهش برکت میده، پیغمبر رو تو غار حفظ میکنه. پیغمبر تو غار تار عنکبوت حفظ میکنه. چرا؟ این تار برکت، این تار عنکبوت برکت داشت. شنای طبس برکت داشت. طرح آمریکا رو در طبس خونسا کرد. گاهی خودکار برکت داره. آدم با همین خودکار کلی نامه های مهم می‌نویسه. گاهی خودنویس قیمتیه ولی برکت نداره. زمین بارکه برکت داشته باشه، مکان باید برکت داشته باشه. اولاد آدم، امام حسین یه برادر داشت وفادار بود، اول فصل. یوسف 10 تا برادر داشت بی وفا بودن. برادر با برکت، نگاه با برکت، کلام با برکت. وقف تا از جایی که انسان اعمالش مبارک باشه. وقف مبارزه با بخله. آدم وقتی مالش رو داد به جامعه از بخل نجات پیدا کرده، از حرص نجات پیدا کرده. وقف توازن بین جامعه است. چطور لاستیکای ماشین رو تنظیم باد میکنن؟ یکی خیلی پول داره، یکی هم خیلی فقیره. این پول داره بخشی از پولش رو قیچی میکنه، یکی میگن قرض بده. قرض از همون مقرازه. مقراز یعنی قیچی میکنه. قرض یعنی یه خود پول رو قیچی کن، بگو من پولی که دارم این چند میلیون مال قرض الحسنه، این چند میلیون مال چی؟ مقراز. قرض الحسنه، قرض و مقراز یه ریش است. آدمی که وضعش خوبه، به خصوص حرف من مخاطبم اینایی هستن که دختراشون رو شوهر دادن، پسرشون هم دوماد کردن، بچه‌هاشون هم مشکلی ندارن. یه وقت آدم بچه‌هاش هم گرفتارن، خب میگن من خودم بچه‌هام گرفتارن وقف کنم؟ نه، اگر بچه‌هات گرفتارن، قرآن هم میگه که اگر میخوای کمک کنی اول به پدر و مادر و بستگانت. لا صدقه و ذورحم محتاج. اگر فامیلات نیاز دارن ثواب نداره جای دیگه خرج کنی، جای دیگه خرج کنی. خیلی ها پول دارن از مالشون خیر نمیبینن. اولادهای زیادی داره، یه بچهاش کاناداست، یه بچهاش آلمانه، بعد پوزی هم میده. حالا خوب شد منجا رو دیدیم. پوزی هم میده که بله بچه هم چنینه، بچه هم چنینه. تو الان پاد دم گوره، چه ذخیره برای قیامتت کردی؟ هنوز هم جمع میکنی برای او بچه که کاناداست؟ او که شکم سیره، ازدواج کرده، شغل هم داره، سواد هم داره، داره نون آبش تأمینه. شما الان به فکر خودت باش. این پیرهایی که مال دارن هشدار بهشون میدم، مثل خود بنده. حال من تو من مالی ندارم، ولی خب منم دیگه پا به سن گذاشتم. قرآن یه آیه داریم میگه همه گیرا تو مدیریته. یه صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره ابراهیم. هیچ جای قرآن مثل این آیه اینقدر سخر لکم نداره. سخر لکم یعنی همون که شما حفظید، ابر و باد و یعنی همه چیزی بهت دادم تو بیارزه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذی خلق السماوات، بله دیدین چی؟ خدا آسمان را آفرید، زمین را آفرید. و انزل من السماء ماء، باران فرستاد. اخرج به من الثمرات، انواع میوه ها فرستاد. رزقا لکم، دیگه چی که سخر لکم الفلک، کشتی بهت داد. سخر لکم الانهار، نهر آب بهت داد. سخر لکم الشمس و القمر، خورشید و ماه بهت داد. سخر اگر سخر لکم هیچ جای قرآن پشت سر آدم نمیده. سخر لکم اللیل و النهار، شب بهت داد، روز داد. چرا معطلی؟ آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی خواستی بهت دادیم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید نعمت خدا بشنید. پس گیر چیه؟ میگه بیارزگی تو. ان الانسان لظلوم کفار، مدیریت خرابه. یا بردگی بخونم؟ من میخونم شما معنا کنید. یالا بسم الله الرحمن الرحیم. خلق لکم السماوات والارض، انزل من السماء ماء، بارون. اخرج بهی من الثمرات، میوه. سخر لکم الفلک، کشتی. سخر لکم اللی، انهار. انهار نهر، نهرها. سخر لکم الشمس و القمر. سخر لکم اللیل و النهار. آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی سوال کردی خدا بهت داد. میگیم و ان تعدوا نعمت ال، نگفته و ان تعدوا انعم الله، نعمت یه نعمت هم نمیتونید بشمارید. آخه یه وقت میگفت انت نعمت های خدا رو نمیتونید بشمارید، بله میگن نعمت خدا رو نمیتونید بشمارید، یعنی یه نعمت هم نمیتونید بشمارید. ما یه نعمت هم نمیتونستم، چون هر یه نعمتی بند به هزار تا نعمته. یعنی این نفس که شما میکشید صدقه اینه که دریا سالمه، محیط زیست سالمه، همین خاک نعمته. آب کثیف و هوش میکشه، چند متریش آب زلال میده، بره زباله میگیره زلال میده، یه نعمت هم حسابش کنی. گاهی وقتا ما ساده رد میشیم کنار یه چیزی. نگفت جمله مهمی دارم میگم، شاید توجه تا حالا نداشته باشید. قرآن نمیگه نعمت های خدا رو نمیتونید بشمارید، میگه چه؟ بگید یه نعمت هم نمیتونید بشمارید، چون یه نعمت بنده به هزار تا نعمته. شما میگی الحمدلله چشم دارم میبینم، بله ای چشم که داری یه خود دقت کن، اشکت شوره، نه آب نمک، ای اشک شور از ده ماده ترکیب شده. بعد نگاه میکنی نعمت موجه، نعمت فنر پلک. یا بر گفتم ما آدمای داریم چشمشون سالمه اما فنر پلکش پاره شده، هر کسی میخواد بینه همچی میکنه. حال شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید. چایتون رو نخوردید بفرمایید. چشم سالمه اما این فنر پلکش. شما تا حالا گفتی الحمدلله پشت دستم چین داره، پشت دست شما یه خود گوشت اضافه که وقتی دست میخواد خم بشه اینجا پوست باشه زپاس. ولی اینجا پوست زیادی نه، چون نه ادبر خم میشه نه نیاز داری. یعنی یه نعمت هم دقت کنیم نمیتونیم بشماریم. بعد میگه آخرش میگه سوره، کدوم سوره بود؟ سوره ابراهیم. هفشت و هی سخر لکم سخر لکم سخر لکم سخر لکم سخر لکم، آخرش میگه ان الانسان لظلوم کفار، مدیریت خرابه. ما بلد نیستیم پول خرج کنیم. امام زین العابدین میگه یادم بده چه جور پول خرج کنم. آخه ما میگیم یادم بده پول از کجا پیدا کنم. نه، پول پیدا کردن یک کاره که اونم هنره، پول خرج کردن هم یه کاره. اصلا بعضیا بلد نیستن دعا کنن. به کسی گفتن شما به خاطر عباداتی که کردی سه تا دعات مستجاب میشه. گفت اه خب الحمدلله، ای خدا، ای خدا، ای زن من زیباترین زنای دنیا بشه. دعای اول. اما خونه دید چه زنی به شده، پچ پچه افتاد تو خونه، تو همسایه دید مردم صف کشیدن خانم اینو ببینه، اثر پشمون الدرز چوب خونه. گفت دعای دوم، خدای زنم زشت بشه هیچ که نبین نگاش نکنه. اومدید خانمش دماغش کج شد، لبش کج شد. گفت خدای دعای سوم زنم مثل اولش بشه. ببین آدمایی داریم نمیدونن چه دعایی بکنه، نمیدونن چه دعایی بکنه.
ولذا ما مشکل مدیریت داریم. که امام زین العابدین فرماد و عصب بی عصب با الف و صاد اصابت یعنی رسیدن، میگه گلوله اصابت کرد یعنی گلوله به بدنش رسید. عصب بی به من اصابت کن یعنی به من برسون. چی سبیل الهدایه، راه هدایت رو بره کجا؟ هدایت بره چی میخوای؟ فی ما انفق، اونجایی که میخوام پول انفاق کنم یادم بده پولمو کجا خرج کنم، پولمو کجا خرج کنم. این لامپی که میخوای بزنی اینجا سر کوچه بزن چهار تا خونه دیگه هم روشن بشه. میگه نمیخوای بری دکون نونوایی، تو که تو سقف وایسادی یه نون گرفتی، یه پیرمردم همسایه خونه تونه نمیتونه تو برف بره، آقا یه نون بگیریم پدر جون تا زمستونیه من روزی یه نون به شما میدم، آخر زمستون پولش خواستی بده بده بدی دیگه، شما توی پیرمردی نه دکون نونوایی، من رو صبح به صبح یه نون داغ بدیدم، تو که تو سقف وایسادی یه نونم بره. اون میگه من نوکرشم، چشمش خوش، پسرش کاناداست، بابا بده بد میدن، بده بد میدن، خیر برسون نگو به مچه میگه نوکرشم، خیر برسون خیر میبینی. صلوات بفرستید. این شبای زمستونی چه میکنیم ما؟ پنج و نیم غروب میشه دور و بر ده و نیم میخوابیم، پنج ساعت شب چه میکنیم؟ بهترین شب موشه به یلداز هندونه میخوریم، آخه اینم شد کار. آجیل هم میخورن اونایی که وضعشو بهتره. خب مثلا حال این مثلا این شب و زمستونی وقت این نیست که دیگه تو کشور ما بی سواد نباشه. بابا همسایه سواد داره، تو هم سواد نداره، شب نیم ساعت با هم درس بخونیم. قرآن بلد نیست بخونه، یه قرآن بلده کنه. برادر جون تو پسرمو هستی قرآن بلدی، بیا شب یه رب، شب یه رب بسسان، شب یه رب یه صفحه قرآن بخونید کم کم روان میشید. آقا خیاطی بلد نیستیم، شب زمستونیه، دختر خاله جمع شید، این دختر خاله خیاطیش خوبه یه ذره ذره، شب نیم ساعت من خیاطی یاد تو بدم. میگن برکت، برکت. من نمیدونم اونا که 200 کتاب مینوشتن و میمردن اینا چی بودن، چجوری عمرشو با برکت بوده. از ساعتها باید استفاده کرد. آرایشگاهی آمد ریشه حضرت علی رو درست کنه، اینو من بارها گفتم. آرایشگاهی لبا تکون بخود، گفت یا علی لبتو نگه دار، موگر رو لبا قیچی کنم. فرمود لبمو نگه میدارم ولی یه سبحان الله عقب میافته ما. یعنی از ثانیه ها باید استفاده کرد. خیلی از فیلم ها که میبینیم عمرو، خیلی از تماشای ورزشی که میکنیم، ورزش خوبه اما تماشای ورزش، من بشینم ایتالیا بازی کنه، خب مچ چی گیرم میاد؟ خب او بازی میکنه تو ببین چیه، ایتالیا به اسپانیا گل میزنه، چی چی گیره تو میاد؟ چی دیدی کسی صندلی بذاره پولا بانکو ببینه چیه؟ پول پول. به تو هم میدن؟ نه. آخه ببینید یکی سی تو خیابون نشسته پولا بانکو میبینه، یک قلوش هم به این نمیدن. اسپانیا بازی میکنن، به تو چه؟ خسته شدی خودت ورزش کن، خسته شدی خودت ورزش کن. ما بلد نیستیم عمرمون رو کجا مصرف کنیم، بلد نیستیم چجوری حرف بزنیم، بلد نیستیم چی بخریم، بلد نیستیم چی بخریم. وقف جلوه هرس رو میگیره، مبارزه با بخل، مبارزه با هرس، جلوه توازن اجتماعی به وجود میاره. روز قیامت افرادی که پولشون رو خرج کردن میگن خدا یا منو برگرد و به دنیا از پولمو خرج کنه، میگن نده گذشت. لولا اخرتنی الی اجل قریب، خدا یا اخرتنی تأخیر بنداز، مرگ منو بنداز به عقب، فاصدق صدقه میدم، وقف میکنم، زکات میدم، خمس میدم، و اکم من الصالحین، آدم صالح میشم. معلوم میشه آدم صالح و کسانی هستند که وقف کنن، پول خرج کنن. اگر کسی به مردم کمک کنه آدم صالحیه. آدم صالح میدونید کیه؟ کسی است که همه مردم کره زمین روزی 5 بار به سلام میگن، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر افراد صالح. صالح کیه؟ قرآن میگه فاستدق و اکم من الصالحین، اگر به فقرا کمک کردی آدم صالحی.
یعنی السلام علینا و علی هر کسی که از اموالش به فقرا کمک کنه. شما که گوشواره برای دخترت میخری، خب عقل داشته باش، بگو شب تولد از زهرا میخرم، اگر نماز رو بی غلط خوندی میخرم، بریم کفش بخریم، بریم تو نماز جمعه، در مسیر نماز جمعه کفش میخرم، تو برگشتم دوچرخه میخرم. همین دوچرخه و گوشواره رو میتونیم رنگ الهی بهش بدیم. شما که میشینی خب رو به قبله بشید، تو اداره که هستید میزت کجاست؟ خب چهار گوش دیگه، قبله ای برای صندلی بر بذاری. خب خب حال شما خب صندلی مشتریام اونجا باشه. تو که میشینی خب رو به قبله بشید، وجعلوا بیوتکم قبله، تو که خونه میسازی رو به قبله بساز. صبغت الله، کاراتون رو رنگ الهی کنید. اینو میگم برکت، که آدم بدون از ثانیه های عمرش، از دقیقه های عمرش. ورزش مونه بسم الله ورزش کن، اما من بشینم اسپانیا ورزش کنه، چرا عمرمو در اختیار این آهنگ بذارم؟ چرا اختیارم در این فیلم به من چی داد؟ با بودن این همه نیاز علمی اصلا من وقت دارم فیلم ببینم؟ من از اول انقلاب طلا یک فیلم ندیدم مگر بریده بریده 5 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه. خانمم گفتم اگر جای حساسه است صدام من ببینم، گاهی مثلا یه تیکای حساس هم میرم ببینم. واقعا حیف میاد پا فیلم بشینم، مواد فیلم ساز باشم نه فیلم بین. یه جوان دبیرستانی باید فکر یک تحول اجتماعی تو ذهنش باشه، چگونه کشورش رو نجات بده، چگونه منطقش رو نجات بده، چگونه خودش رو روش بده. بشینیم مجازس و خب بشینیم قمار میکنیم، نتیجه چی میشه؟ یه چند هزار تومن فرتونه 50,000 تومن پول تو میاد جیب من، یا پول من میاد جیب تو. پول تولید که نشد، از اون کیسه اومد کیسه. بعدم با هم که نشستیم رفیق بودیم، وقتی من 50,000 تومن از شما بردم، کینه منو به دل میگیری؟ شما پول منو ببرید، من کینه شما رو دارم. یعنی قمار محبت و کینه میکنه، پولم جابجا میکنه، هیچ هم به شما روش نمیده. کار به حلال حرام میدم، خیلی کارا حلال ها را هم نکنید شما، شما کارهای حلال هم نکنید. نگاه کنید رشد توش هست یا نه. موسی به خضر گفت عقبت میام بیشد، هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت، گفت من عقبت میام بشد که رشدم بده، چیزی گیرم میاد یا نه. خاصیت این فیلم چی بود؟ خاصیت این آهنگ چی بود؟ خاصیت این مقاله چی بود؟ چیزی به من رشد پیدا نکرد. خیلی عمرمون تلف کردیم، زمستون هدر رفت، تابستون هدر رفت. خدایا هدر رفته های ما رو ببخش و بیامرز. یکی از دعاهای امام سجاد اینه و حسن رزقی من التلف، حسن حسن یعنی قلعه، خدایا رزق ما رو در قلعه قرار بده که رزق ما از عمر و آبرو هر چی داریم رزق ما هدر نرود. برای جلوگیری از هدر رفتن اموال وقف، کمک به فقرا. و السلام علیکم و رحمت الله.